تحلیل نظریات تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان در مورد شاخه خراسان گروه داعش و اینکه موضوع آموزش دختران در افغانستان موضوع داخلی افغانستان است. این تحلیل از آقای عمر صمد، تحلیلگر امور منطقه و دیپلمات سابق افغانستان، می‌شنویم که در این نشست دیروز نیز حضور داشته و نظریات تامس را شنیدند. آقای صمد سلام و سپاس از وقتتان. تامس وست و نگرانی ایالات متحده در شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان و همچنین مبدل شدن گروه تحریک طالبان و پاکستان به یک تهدید منطقه‌ای اشاره کرد. آیا شما با این نظریه آقای وست موافق هستین که طالبان نه بلکه داعش و طالبان پاکستانی اکنون تهدید به منطقه و جهان هستند؟ تشکر خانم لوزبه. بسیار جالب بود که آقای تامس وست دیروز از سه گروه یاد کرد که در فهرست گروه های تروریستی شناخته میشن. از القاعده حسبی که در خبر شما آمد گفت که القاعده در 27 سال گذشته به پایین ترین درجه تهدید خود رسیده، یعنی تهدید جدی شمرده نمیشه از طرف امریکا فعلا. از داعش خراسان یاد کرد، میگفت که برعکس داعش خراسان تهدید جدی پنداشته میشه و در عین زمان از طالبان تا اندازه تمجید کرد که در این قسمت اقدامات جدی را برای انداختن و از 8 نفر رهبر او گروه هم یاد کرد که کشته شدند و این پروسه در جریان داره. و همچنان از TTP طالبان پاکستان یاد کرد که به گفته خودش تهدید برای پاکستان شمرده میشه، ولی در عین زمان این را هم گفت که مال وصف حمایت و رابطه تنگاتنگ را که طالبان افغان با طالبان پاکستان در خلال 15 سال گذشته کم و بیش داشتن، باز هم معلوم نیست، دقیقا معلوم نیست تا چی حد و تا چی پیمانه از عملیات ها و فعالیت های TTP طالبان افغان حمایت میکنن و یا از او جانبداری میکنن. این هم البته در گفتارش آمده. من فکر میکنم که در نهایت امریکا میخواهد که وضع به شکل نشان بده که یک بخش از این متوجه غرب است، بخش دیگه متوجه منطقه است و در این قسمت منطقه سایر کشورها هم باید نقش خود را بازی کنند، از طریق تعامل با طالبان به موضوعات امنیتی بپردازند. حذف کامل حقوق زنان و کسب حق آموزش دختران در افغانستان موضوعی است که جهانی شده، ولی آقای وست میگه که مسدود ماندن مراکز تحصیلی برای دختران یک عملکرد داخلی افغانستان است. به نظر شما یا این تخطی از حقوق بشر یک مسئله تنها داخلی افغانستان است یا خیر؟ این یک سوال خوبی است. باید از آقای وست در این باره بیشتر سوال شود و توضیحات بیشتر بدن. چیزی که من در پردم از هاراکشان این بود که بر علاوه فشار جهانی و فشاری که از بیرون در ارتباط با حقوق بشر و حقوق دخترها و زنان در افغانستان وجود داره و دوام میکنه و یک امر طبیعی است، در پالوی از او تغییر از داخل افغانستان باید رونما شود. من فکر میکنم بیشتر یک حرف دیپلماتیک است متوجه بعضی حلقات متنفذ داخل افغانستان است. من فکر میکنم که توقعشون این نیست که مردم افغانستان اسلحه بردارن و برن و حق خود به زور بگیرن، چون به اون مرحله ما نیستیم و شرایط هم اجازه نمیده، ولی من فکر میکنم بیشتر یک پیامی بود برای حلقات متنفذ داخل دستگاه‌های حاکمه در داخل افغانستان. بله، خب آقای وز اعلان کرد که هدف قرار دادن خبرنگارا، قتل هدفمند، هدف قرار دادن هزارها و غصب زمین‌هایشان توسط طالبان جریان داده، ولی از موضع ایالات متحده در مورد تخطی‌های حقوق بشر طالبان چیزی نگفت. چرا ایالات متحده موضع مشخصی را به نظر شما در قبال تخطی‌های حقوق بشر توسط طالبان اتخاذ نمیکنن؟ خب ایالات متحده ایران گفت که بر مبنای منافع خود حرکت میکنه، حتی درباره توافقنامه دوحه هم گفت که یک بخشش نتیجه داد، یک بخشش ما فعلا پیگیری نمیکنیم چون منافع امروزی ما شرایط تغییر کرده و اولویت ها تغییر کرده. من فکر در ارتباط با حقوق بشر امریکا چیزی که لازم است، فشاری که لازم است میاره، آورده، جامعه جهانی همچنان، ولی یک بخش از جهان ما میدانیم که برشان موضوع حقوق بشر اولویت نداره. به هازو دیدگاه های جهانی در ارتباط با موضوع بشر متفاوت است و در این قسمت امریکا میکنم بگم چیزی که تا به حال کرده دوام خواهد داد، ولی البته مسئولیت برمیگرده به طالبان و موضوع از این که اونا باید به حل از این
معذرت بپردازم. بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای صمد. وزی که برداشت خود را در قبال نشست دیروز با آقای تامس وست با بیننده در میان گذاشتیم. تشکر. ممنون.